تارم برآمدم به آینه رسیدم، به تارم برآمدم به آینه رسیدم، غم از دستم در آینه رها شد، خواب آینه شکست، از تارم فرود آمدم، میان برکه و آینه گویا گریستم. البته میشه قرار بود که من با یه آنسامبل یه خدمتتون برسم، اونتا وقت و امکانی که واقعا باید انجام میشد نشد، برتردید میشه در فرصت دیگه. تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تون دوید، سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها هست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت. تو به من خندیدی و نمیدانستی که من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. تو به من خندیدی و نمیدانستی که من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان 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 از پی من تندوی، سیب را دست تو دید، باغبان از پی من تندوی، سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک. سال هاست که در گوشه
آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنم. میدهد آزارم و من غرق این پندارم که چرا که چرا خانه کوچک ما سیب ندارد. اگر فردا پایان عمر جهان باشد، امروز درخت سیب خواهم کاشت. بسیار متشکرم آقای نجفی. قبل از این که ما سالن ترک بکنیم، پیشنهادی رو میخواستم برای ایرج داشته باشم. و قبل از این که رویا اون گلی رو که ما برای ایرج گرفتیم بده، میخواستم بگم که به دنبال صحبت دکتر خوشنام که اشاره میکردن که حالا دیگه از بین نمیره هیچی، توقیف هم نمیتونه بشه، در این دنیای امروز یعنی سال 2000 بیاین یک سایت برای ایرج درست بکنیم. این سایت روی اینترنت تمامی کسانی که با ایرج همکاری داشتن، خوندن، از ابی و داریوش گرفته تا گوگوش و دیگر دوستانی که به نوعی دیگری همکار بودن، تمامی اینها رو روی یک سایت اینترنت بگذاریم که این رو که دیگه هیچ وقت هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره و هر لحظه ای که هر کسی اراده بکنه در هر جای دنیا به اینها مراجعه بکنه و تک تک اینها با پایدار باقی بمونه مثل خود ایرج. چند نکته بسیار کوچیک رو من فقط اشاره بکنم. همونطوری که میدونید، بزرگداشت ایرج عزیز ما در ادامه کنفرانس موسیقی ما بود. من خودم رو موظف میدونم در اینجا از تمامی سخنرانانی که از راه‌های دور و نزدیک آمدند و در این سه روزه با ما بودند سپاسگزاری بکنم، از کسانی که این کنفرانس رو برگزار کردند تشکر بکنم. آقای پروفسور شوماخر، رئیس دپارتمان موزیک دانشگاه کلن که همکار ما در این کنفرانس بودند، آقای پروفسور کنعانی که در سالن حتما حضور دارند، از آقای دکتر خوشنام که اینجا تشریف دارند در این کنفرانس همکار ما بودند، آقای دکتر روسفید اینجا حضور دارند، رئیس دفتر انجمن پژوهشگران ایران در برلین هستند، و رویا که با مسئولیت روابط عمومی انجمن حتما بدون اون با این کیفیت برگزار نمی‌شد، و در نهایت از خانم ارجمند که در اینجا تمام امکانات خودشون را با تمام محبت در اختیار ما گذاشتند. آقای آدم صابونچیان و آقای شاهین صادقی که فیلمبرداری این کنفرانس رو و این بزرگداشت رو دارن، و همچنین و از تمام لطف و محبت سیروس ملکوتی که با شرکتی که دارن در اینجا محبت کردند و این امکانات رو برای کنفرانس به وجود آوردن که ما بتونیم نسخه هایی از فیلم ها رو در اختیار همگان قرار بدیم. من خواهش میکنم که برای تمامی اینها دست بزنیم و تشکر بکنیم. اما قبل از اینکه رویا بیاد و گل ایرج رو بیاره، بگم که پروانه‌ای در مشت از دو سال پیش به این طرف توسط خانم شهلا حمزاوی ترجمه شد
امیدوار به این به فرانسه ترجمه شد، امیدوار به این باشیم که این قطعه فرانسه در خود فرانسه به اجرا در بیاد. بیراد جان، ما به همراه لوحه سپاسمون که در لندن تقدیم شما خواهد شد و گل‌های کوچکی برای داریوش و اوی عزیز، خیلی ممنون از دارم.